که توی این پروسه شاید به اینا جنگیدن یاد میدادن، مسائل جنسی رو یاد میدادن و غیره. این زبان تقریبا اصلا این رسم زبان تقریبا از بین رفته، چون از وقتی کشیشا پاشون به اونجا رسید کلا کشیشا همه جای دنیا مخالف آیین‌های مذهبی بودن، چون میگفتن خب مثلا ما رنگی که شما دارید و اصلا آیین مخالف آموزش جنسی هم بودن. تقریبا این از بین رفته. اصلا زبانشناسی هم خیلی تصادفی این رو اونجا پیدا کرده، از دهن چند تا پیرمرد یه سری اسماشون رو کشیده بیرون. حالا این زبان چرا اینقدر به قولی جالبه؟ به نظر میاد نتیجه این نبوغه زبانیه که اختراعیه، یعنی کاملا زبان اختراعی، هیچ ربطی به اون لاتین اصلی نداره، کاملا اختراع شده. صداهایی که توش هست صداهای خیلی عجیب غریبیه، یعنی یه سری هجاهاش فقط توی یه زبانی هست تو آفریقای جنوبی، بقیه هجاهاش هیچ جا نیست، یعنی یونیک. مثلا ا نداره، مثلا ا رو همه زبان‌ها دارن ولی اینا یه صداهایی دارن که فقط مال اون زبانه. زبان به جای اینکه بازدمی باشه که مثلا همه زبان‌ها، یعنی بازدم صدا رو ما صدا رو از حلق میدیم بیرون، دمیه، صدا انگار شبیه صدای بوسیدن میکشید هوا رو. و خب بازم یه چیز خیلی یونیکیه واسه کلا 200 کلمه زبان 200 کلمه داره زبونه، طراحی شده واسه اینکه تو یه روز آموزش داده بشه. بعد آموزش هم توی همون یه روز بعدش باید فراموش هم بشه، هیچ وقت دیگه هیچ جا استفاده نمیشه، اینجور زبان ممنوع هم هستش. و توی 200 کلمه خب خیلی زبان ابسترکتی میشه واسه نیازهای عمومی. مثلا فعل حرکتی فقط دو تا داره، یه فعل حرکتی هست که یعنی نتیجه این ضرر زدن به خودت یا دیگریه، یه فعلی هم هستش که ضرر نداره، یعنی زدن، کشتن، همه اینا میره توی دو تا فعل. ولی خب برای بعضی چیزا هم دقیق‌تر داره، مثلا ماهی ها اسمای خاصی دارن چون نمیتونستن به همشون بگن یه ماهی. و یا مثلا یک مثال دیگه، این آقا قبایلی هستن به اسم پومو، اینا آبخونه‌های اصلی کالیفرنیا بودن، الان هم هنوز خودشون به صورت بومی هستن، ولی زبون پومو رو کلا 10 نفر بلده تو دنیا، هیچ کی دیگه بلد نیستش. این آقا خود نمیست. این جماعت واسه یه دویدن 5 جور فعل دارن. شما میتونید نه به شکل شناسه و غیره، نه فعل جداگانه است. شما میتونید تنها بدوین، با کسی بدوین، روی اسب تنها بدوین، روی اسب یا با چند اسب همزمان بدوین، اطرافیانتون بدوین، یا توی ماشین برید. حتی واسه ماشین هم یه فعل ساختم واسه خودش. یا مثلا 5 جور میتونیم بشینیم، میتونیم تنها بشینیم، میتونیم با کسی بشینیم رو زمین، میتونیم با تنهایی رو صندلی بشینیم، آر کرده ما میتونیم با چند نفر روی صندلی بشینیم، یا یه حالتی هم که بشینید و یه لیوان آب روی میز باشه، خیلی نشستن ویژه یا یا مثلا راجب به نظر شما این ستافه که حالا اینا یه جوره چه شباهتی به هم داره؟ وسط حرف کسی پریدن، با چایی بیسکویتو خوردن و یا با قاشق هم زدن. به نظر من اینا هیچ ربطی ندارن، ولی به اون میگن بایول، سیول، شیول. یولا یعنی هم زدن، پاتی کردن. با یعنی صوتی. انگار مثلا شما وقتی وسط حرف کسی میپرین صوتی دارین پاتی میکنین یه چیزی رو یه چیزی. سه حالا از مصدر بورد دادن میاد. بورد دادن میاد. شما یعنی انگار همین چایی بیسکویتر هم قاطی کردید، این فعل رو ساختن. خب شم یعنی هر دسته، هر وسیله، خب اونو میشه هم سر با پاش رو هم زدن. شبیه یه چیز دیگه است که آقای حافظیان سر تاکشون در مورد زبان اینویتا صحبت میکردن. یادتون باشه مثلا اونا به چغندر میگفتن چیز قرمز بزرگ، به گوجه فرنگی میگفتن چیز قرمز کوچیک. اونی سیستم های یه چیز. و خب بعضی وقتا اینا واقعا به نظر جذاب میان. یا مثلا همین جماعت 5 جور نقل میکنن، یعنی مثلا یه چیزی میگن که یه چیزی تعریف میکنن، آخر افعالشون یکی از اونا میاد، یا یعنی خودم دیدم، اگر مثلا دیگه مثلا چون میدونم افتاد، یا یعنی خودم دیدم که افتاد اینجوری، یا دو یعنی از کسی نقلش دارم میکنن، یعنی یکی بهشون گفته که فلان چیز افتاد. شایعه میتونه باشه، بچه‌ها میگن که یه چیزی افتاده، معلوم نیست افتاده باشه یا نه، نمیدونم یعنی صداشو شنیدم چسبوندن کام، یعنی خب مثلا حالا دیگه اونجا نیست احتمالا افتاده، یک همچین ساختار بیان دقیقی دارن. بازم مثلا از تاک های حافظیان یا تو باشه اسکیما
20 کلمه داشتن واسه اینکه فاصله یه چیزی رو توضیح بدن از خودشون، چون همه جا سفید بود نمیشد، نسبت رفرنسی نیستش، مجبورن کلماتی داشته باشن این مثلا 5 متری تو 20 متری حالا یه ذره ضعیف خلاصه. انگیزه بیشتر از این مثالا یه جوری نشون دادن این بود که زبان چقدر میتونه بیانگر فرهنگ باشه و چقدر میتونه نبوغامیز باشه برای اینکه نیازها رو برطرف کنه. به نظر نمیاد خیلی راحت اکتیو شده باشه با توجه به اینکه من اینا هم دوران وقتی اینا رو پیدا میکردن هیچ کس هنوز علمگرا و عقلگرا نبودشون، بعد که آدم بگه آدم با یه پروسه‌ای مثل مسئله که الان پیپر در میاد دنبال کرده باشن. خب یک زمانی کسایی مثل بوب و شلایشر یا شلایشر اینا پیشگامای به قولی زبانشناسی بودن، اومدن گیاهشناس بودن، از گیاهشناسی اومدن به زبانشناسی بودن، خیلی عجیبی. اینها معتقد به فیزیولوژی زبان بودن یا آناتومی زبان، اصلا زبان رو مثل در راستای تعالیم داروین یک موجود زنده میدیدن که ممکنه کامل بشه و غیره. بیشتر به این شکل نگاه میکنم و هیچ وقت بود تاریخی زبان رو بررسی نمیکردن. سه دسته میکردن زبان ها رو، آیزولیتینگ یا تکواژی، حالا معادله فارسیش رو من پیدا کردم مطمئن نیستم خیلی دقیق باشم، اگلوتیویتینگ یا ترکیبی پیوندی، یا اینفلکتینگ تحلیلی یا صرفی. تکواژی یعنی زبانی که اجزاش جدا جداست و هیچ وقت تغییر نمی کنن. مثلا چینی رو چی میگن؟ یک زبان آیزولیتینگ میگن. شما تو چینی مثلا فعلتون هیچ وقت چیز نداره، زمان نداره، شما میگید او رفت دیروز، من رفت فردا، اینجوری. ترکیبی ترکی مثلا هستش که اجزا همیشه شما بونه، فعلتون تو ترکی بونه، هیچ وقت تغییر نمی کنه. یا همون مصدر رو میزنید، یک حالت خیلی اجزا رو به هم بچسبونید و خیلی بچسبونید. ممکنه فعلای ترکی رو دیده باشید که این هوا فعل باشه، اگه خیلی طولانیه، خیلی پیوندیه زبانش. تحلیلی میشه زبانهای هند اروپایی، از چه میگم بهش فارسی بگیرید تا انگلیسی، که توی تغییرات شما دو جور بوم دارید، شناسه به این یه جوره و اون یه جوره، یه خود حالت پیچیده تری داره، آموزشش هم سخت‌تره. اون حضرات گیاهشناس اعتقاد داشتن که همین این سیر تکاملیه، یعنی هر چقدر یک زبان بخواد توصیه بهتر باشه، قوی‌تر باشه تو بیان، باید به اون سمت پیش بره. حتی امروز ثابت شده مثلا همین زبان چینی که تکواژی و قاعدتا جالب نباید باشه، یک زمانی خودش تحلیلی بوده و در طول زمان حالا به دلایلی ساده سازی شده و رسیده به زبان تکواژی یا آیزولیتی. خب کسایی که پنبه اینا رو بیشتر زدن نوگرامریان بودن، بیشتر مبتنی بر سوسور، نظرات سوسور، که خلاصه با صحبت خواهم کرد راجع به این قضیه، چون خلاصه دریاییه، مخصوصا چون آقا فزیان اینجا سیاد شخصای برای خیلی سوسوری هست قبول اصل از یکی از مسائلی که اینا حتما قبول داشتن همون قصلی بود که قبلی ها قبول داشتن که نیروی حیات و اراده جمعیه که زبان رو جلو میبرن، اقا در این زمینه هیچ باقی مشکلی نداشتن. چیزی که سوسور مطرح کرد لانگ و پارول بود. در فارسی به لانگ میگن زبان، به پارول میگن گفتار یا بیان. خیلی مطمئن من فکر نمیکنم درست باشه، چون مثلا اینا بین لانگ و لنگویج میخوان فرق بذارن. اصولا حتی ترجمه اینا از فرانسه به انگلیسی هم به مشکل خوردن، چون نمیدونن لانگ تو انگلیسی چی ترجمه کنن، باید متفاوت باشه. در حقیقت اینا میشه دو جور نگاه به دو جور بخش زبان. لانگ در حقیقت گنجینه لغات و ساختارهای زبانه، پارول پارول اونیه که ما صحبت میکنیم در اون باهاش، این صحبت ما رو میگن. شبیه مثلا چی بگیرید، لانگ میشه یه سمفونی، پارول میشه هر اجرایی از اون سمفونی. شما میتونید در سمفونی اشتباه بکنید بین اجراش، ولی به لانگ هیچ خدشه‌ای وارد نمیشه، اون یه چیز یونیک و اونجا سالا مثال خیلی دقیق نیستش. مثلا جملات مال پارول نیستن، ساختارشون و کلماتشون مال لانگ، جملات مال پارول هست، ساختار و جملاتشون مال لانگه. در واقع انگار اون یه جعبه ابزاریه و شما از اون استفاده میکنید. پارول به اجرا درآورنده لانگه. حتی از لحاظ ژنتیکی خب مشخصا اول پارول بوده بعدن لانگ، یعنی خب اول مردم صحبت کردن و از توی یه سری چارچوب و قوانین در اومده.
چرا ما اینا رو لازم داریم؟ برای اینکه مرگ زبان دقیقاً تعریف چی میشه؟ تعریف دقیق نداره، همونجوری که همون تو مثالای